کوچکی که به شما گفتم، منطقه‌ای که عموما ژاپنی‌نشین هستش، دو تا منطقه در لس آنجلس ژاپنی‌نشین هستن، یکی در خیابان ساتل هستش تا تقاطع المپیک و دیگری این منطقه هستش که عموما سوپرمارکت‌های ژاپنی، رستوران‌های ژاپنی و مغازه‌ای که خود در واقع کالاهای ژاپنی رو دارن پیدا می‌کنی و ژاپنی‌های زیادی رو توی منطقه می‌تونین ببینین. فضاش از نظر معماری هم فضای جالبی هست و کلاً این منطقه رو بهش میگن لیتل توکیو یا توکیو کوچک. مغازه‌های سوشی و مغازه‌های رستوران‌های مختلف، سوپرمارکت های ژاپنی، حتی با حروف ژاپنی هم نوشته شده و می‌بینید که مشرف به همین موزه قرار داده ساختمانی که تازه ساخته شده و چند سال پیش با قیمت های خیلی مناسب حدود 250,000 دلار آپارتمان دو خوابه به معرض فروش گذاشته شد که تقریباً بخش قابل توجهش رو ژاپنی‌ها خریداری کردن و در همین منطقه ساکن شدن. جاپانیز ویلیج پلازا یک چیز شبیه موقعیت وست بود برای ما ایرانی‌ها، اینجا همچون موقعیتی رو داره برای ژاپنی‌ها. چهره همه ژاپنی ها سوشی فروشی اینجا لباس مدار ژاپنی و موسیقی